فعالیت هایی که انسوپاستور انجام داد شروعش برمیگرده به قبل از شناسایی موارد ویروس توی کشور. 28 دیما اواخر دیما اولین جلسه رو تشکیل دادیم که تیم پاسخ سریع انسوپاستور ایران اومد و بحث این که این ویروس جدید که ویروس تنفسی بود در چین شناسایی شد چقدر میتونه تهدید باشه برای کشور ما، آیا لازم هست که ما اقدامی براش انجام بدیم. اینو توی اون جلسه مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید به عنوان اولین قدم تستای تشخیص آزمایشگاهش رو طراحی بکنیم. پاستور اولین نمونه ها رو دریافت کرد، اولین تستا رو هم طراحی کرد، یعنی به عنوان اولین آزمایش توی کشور شروع به فعالیت کرد که خب بعد اولین موردش در قم شناسایی شد که دانشگاه علوم پزشکی تهران اونو شناسایی کرد و پاستور اونو تایید کرد و خب به عنوان اولین مورد ثبت شد توی کشور. ما فعالیت تشخیصی داشتیم و توی بعضی از آزمایشگاه همون سالی 1000 تا نمونه هم دریافت میکردیم. منتها بعد از شناسایی اولین مورد کووید 19 توی ایران تمام نمونه ها از استان های مختلف کشور، یعنی ما از تمام استان ها نمونه میگرفتیم. ظرفیتمون در آزمایشگاه هایی تا 1000 تا نمونه در سال هم بود، ولی با اومدن کووید این ظرفیت خیلی، یعنی در واقع اون بار کاری ما خیلی بیشتر شد، یعنی رسید بیش از 1000 تا نمونه در روز. یک تیمی که حالا در خط مقدم داشتن کار میکردن متشکل از نزدیک به 70 نفر شدن که تو اون بره از زمان که کشور واقعا آمادگی نداشت و نمیتونست کار تشخیص رو انجام بده اومدن به کمک وزارت بهداشت، از مراکز مختلف و دانشگاه مختلف اومدن، حالا حضوری یا مجازی آموزش ها رو دیدن، کیت هایی که ما داشتیم رو دریافت کردن، رفتن تست رو راه اندازی کردن، نتایج برای ما فرستادن. اون زمان که در واقع هر آزمایشگاهی که نتایجش از نظر پاستور مورد تایید بود اجازه فعالیت رو از وزارت بهداشت دریافت میکرد و به این صورت شبکه آزمایشگاه گسترش پیدا کرد. پاستور به عنوان یه مرکزی بود که مهمترین اقدامات و تصمیم گیری های در زمینه تشخیص کرونا تو این مرکز انجام میشه. بحث در واقع پایش شبکه مطرح شد، الان تعداد زیاد آزمایشگاه تولید در واقع و در حال فعالیت بودن، نیاز بود که فعالیت اینا رصد بشه، آیا کیفیت کارشون مناسب هست یا نه. آزمون های مهارت آزمایی رو راه اندازی کردیم، یا حالا در واقع بهشون ایکاپ هم گفته میشه، اکسترنال کوالیتی اشورنس پروگرام. الان همین الان نمونه های مشکوک به واریانت انگلیسی برامون ارسال میشه، یعنی آزمایشگاهایی که توی شبکه هستن اگر احیانا به موارد مشکوکی مواجه بشن مواردی که مثلا حالا سابقه سفر به خارج از کشور داشتن یا تعداد موارد به صورت غیر قابل منتظره افزایش پیدا میکنه، این نمونه ها رو با هماهنگی به انسوپاستور ارسال میکنیم. ما بررسی های تغییرات ژنتیکی رو اونها انجام میدیم و نتایجش رو ارسال میکنیم برای وزارت بهداشت و همون دانشگاه که اقدامات متعاقب اون رو انجام بدن جهت کنترل انتشار ویروس. الان همکاران بنده در تلاش هستن که یک روش غربالگری ایجاد بکنه، یعنی مشابه همون PCR یه روش سریع و ارزان‌تر که بتونه غربالگری انجام بده، یعنی اون جهش های اصلی رو شناسایی بکنه، حالا اگر اون جهش وجود داره تعیین توالی رو بعدش انجام بده. یعنی اون اگر که انشالله اون جواب داد ما میتونیم حتی اون
آزمایش رو توی شبکه هم توضیح بکنیم، این دستورالعملش رو برای همکارانمون که خیلی عزیزان توانمندی هستن بفرستیم، حتی اونا هم بتونن به ما مشاوره بدن که اون رو بهبودش بدیم و یه روش غربالگری سریع برای این کار در نظر بگیریم که سریع شناسایی بشه. در واقع یک شبکه شکل گرفته که خب تا الان خیلی پویا و خوب بوده و با همکاری همه عزیزان آزمایشگاهی ما تو این شرایط تحریم و تو این شرایط سختی که کشور قرار داشت تونستیم یک کار قابل قبولی انجام بدیم و کما اینکه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی هم که اون اوایل اومدن کاری که پاسور انجام داد و کاری که وزارت بهداشت ایران انجام داد به عنوان بست پرکتیس تو اون شرایط عنوان کردن، یعنی به عنوان بهترین عمل کرد، دیگه بهتر از اون نمیشد کار کرد. واقعا مهمترین چالش هایی که ما داشتیم اون اول راه اندازی تست بود، چون ما توی شرایط خیلی بدی بودیم از لحاظ جو بین المللی علیه ایران و کسی حاضر نبود کمکی به اون صورت ما بکنه. ما در گرفتن کنترل مثبت تست خیلی اذیت شدیم که در نهایت سازمان بهداشت جهانی کمک کرد. اون روزی هم که کیت اومد در واقع ما اولین یعنی کنترل مثبتی که ما سفارش داده بودیم رسید، دیگه دیر شده بود، ما اولین موارد خودمون داشتیم دیگه، اولا کنترل مثبت نیاز نبود، توی کشور ویروس در حال پخش شدن. در کل به نظر من حالا شخص بنده تجربه مفیدی بود، خیلی فشار رو تحمل کردیم، استرس بود، به خصوص اون اوایل اون دو ماه سه ماه اول واقعا شرط برای ما شرط پیچیده بود. ما اتفاقاتی رو به عین دیدیم و با چشم خودمون و با تمام وجودمون درکش کردیم که معمولا توی کتاب ها میخوندیمشون یا تو فیلم های مثل کانتیجن دیده بودیمشون یا تو سمینار هایی که مثلا میرفتیم خارج از کشور یا همکارامون میرفتن و برمیگشتن برای ما توضیح میدادن در مورد ویروس ابولا مثلا یا در مورد ویروس سارس 1 توضیح میدادن، اون چیزها رو قبلا ندیده بودیم و بعد تو دنیای واقعی باش مواجه شدیم و بعد ما خودمون رو وسط معرکه دیدیم، یعنی بچه های پاستور. به نظرم تجربه خوب بود، انشالله بشه تجربه استفاده کرد که ما جلوی اتفاقات مشابه رو برای کشور بگیریم.